درود بر شنوندگان گرامی من بزرگ وزیری هستم و امشب میخوایم درباره دین فردوسی با شما گفتگو کنیم بدونید درباره فردوسی بزرگ سراینده شاهنامه سخنان بسیاری درباره دین او هست این چیزی که من امروز با شما در میان میذارم مطلبی است که برداشت خود من هست که نتیجه سالها در واقع مطالعه شاهنامه و بررسی دقیق اون هست اگر به طور خلاصه بخوام بگم این است که ببخشید <applause> فردوسی به طور کلی به خداوند باور داشته یعنی به خداوند باور داشته و درباره اون هم در واقع به نوعی میگه که خیرت و جان آدمیزاد نمیتونه خدا رو بشناسه و خدا رو آدم باید با دلش به نوعی با دلش پذیرا باشه و در همه جا به جای شاهنامه ما ایمان او رو به خداوند میبینیم ولی این نشانه این که به دین خاصی به دین ویژه‌ای باور داشته باشه نمیبینیم اینکه گفتند فردوسی شیعه بوده رافزی بوده این به گمان من بیشتر بر این بوده که در دورانی که تعصبات مذهبی ضد شاهنامه بسیار بالا بوده و خب میبینیم هنوز هم هستش برای حفظ کردن شاهنامه بوده و به همین دلیل اشعاری رو به شاهنامه افسودند که در ستایش مثلا علی باشه و نشان بده که او شیعه بوده تا به این ترتیب کتاب رو نابود نکنند. ولی از جنبه های دیگه به نظر میرسه که فردوسی گذشته از اینکه برای دینهای باستانی ایران وقتی میگم دینهای باستانی منظورم دین زرتشتی نیست به دلیل اینکه دین زرتشتی برخلاف عموم دین عموم مردم ایران نبوده بلکه باورهایی مانند آین میترا آین سیمرغی که در نتیجه نزدیکی داشته با آین بودایی و به نوعی میشه بکیم دین رستم بوده یا آین زربانی که نوعی جبری بودن درش هستش و همچنین مسیحیت در دوران اشکانیان و ساسانیان رواج داشته این نمیتونیم بگیم که زرتشتی بوده چون نشانه ای نمی بینیم در اینکه او زرتشتی بوده باشه البته اشاره ای داره به اینکه مگویی که آتش پرستان بودند پرستندگان که از دان بودند که خب نشان میده که اونها رو به عنوان آتش پرست میشناختند فردوسی رو پذیرا نمیشه ولی به طور کلی خیلی ها باور دارند که فردوسی دارای حکمت خسروانی بوده و حکمت خسروانی اون حکمتی است که بیشتر در دوره های اسلامی شیخ شه شهاب الدین سهروردی بود پرداخته و کسانی که مایل باشند درباره او بدونند میتونند به حال جستجو بکنند در سرگذشت شهاب الدین سهروردی و یا آثار او که شیخ شه شهاب الدین سهروردی اون حکمت خسروانی رو در واقع به نوعی میرسونه به جاماسب که وزیر گشتاس بوده و البته جاماس پیرو زرتشت بوده و این که میگویند بر حال او نام زرتشت رو نبرده به خاطر این بوده که مورد آزار و اذیت قرار نگیره اگرچه سرانجام هم بر حال شهاب الدین سهروردی رو به خاطر سخرانی که از نظر مسلمانان یا آخوندهای اسلامی در واقع کفرامیز بود در واقع کشتند ولی در مجموع این هستش که عقاید شاید یک مقدار به عقاید جبری نزدیک بوده باشه و گرچه پهلوان بزرگ او که رستم بوده باشه پهلوان جبری نیست و در واقع نمی بینیم اون رو در شخصیت رستم اونطور که او رو از شاهنامه میشناسیم البته در کی خسرو که خب میبینیم در اوج پادشاهی خودش پادشاهی رو ترک کردش و در برف ناپدید شد یک نوعی شباهتهایی با بودا میبینیم که سلطنت رو ترک کردش و راه تفکر و اندیشه رو پیش گرفت در هر صورت اونچه که هست اینه که کسانی هم سعی کردند که فردوسی رو به نداشتن هیچ نوع باور و دینی در واقع متهم بکنند کلمه اتهام را از این نظر میگم که گاهی وقتا شعری رو بد در واقع ترجمه کردند یا فهمیدن ترجمه که میگم نه نظر زبانی از نظر تفسیرش مثلا شما فکر کنید که در آغاز شعری که درباره اکوان دیو میگه خب شعر اکوان دیو رو داستان اکوان دیو رو که ما بخونیم یک مقدار با عقل امروزی با خرد امروزی ما جور در نمیاد و به همین دلیل در آغازش و بعد در پایانش فردوسی اشاره میکنه میگه خردمند که این داستان بشنود به دانش گراید به دین نگرود اما اشتباهی که میکنند اینه که به دین نگرود منظور فردوسی به این نگرود هست یعنی به این داستان نگرود دوباره این مطلب رو در پایان در پایان داستان اکوان دین دیو به گونه دیگری او رو بیان میکنه ولی خب بعضی ها اون رو به اشتباه در واقع این یا خواسته یا ندانسته اینطور گفتند که منظورش از بدین یعنی به آین به مذهب ولی همونطور که عرض کردم خدمتتون نشانه ای نیست که فردوسی به دین سازمان یافته ای باور داشته باشه ولی باور او رو به خداوند نمیشه انکار کرد و در نشانه های زیادی رو ما از اون میبینیم که به بویژه آغاز کتابش هست که به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد پاینده باشید من بزرگ مهر وزیری هستم خدا نگهدار